سلام دارم به شنوندگان عزیز رادیوی راه کارگر در هر کجا که هستید. من که به وارسی و پیگیری مسائل کارگری با علاقمندی مشغولم، دنبال کردن مسائل مشکلات کارگران روستایی هم که از دغدغه های ماست. در رابطه با مسائل روستایی نیز دنبال منابع و مآخذ مستند بودیم و هستیم. چندی پیش کتابی به دستم رسید با عنوان ویرانی کشاورزی در جمهوری اسلامی به قلم مرداد میرپور محمدی. پیشترم این مقالات رو به صورت پراکنده تو سطح سایت ها با نامی مستعار با مشخصه میم میم آینده اون رو می دیدم. در فرصتی که به خود کتاب دست پیدا کردم اون رو حاوی نوشتارهای بلند و کوتاه در زمینه فاجعه برنج های آلوده، انگیزه های واردات و عوارض مصرف برنج های آلوده، آثار قصر رضوی امپراتوری فاسد و همینطور بخشی از مقالات کوتاه که عمدتاً در ارتباط با مسائل مربوط به تولید سموم در کشور، نابودی جنگل ها، افزایش سرآوری تولید محصولات کشاورزی ایران و چرایی اون، حذف یارانه سوخت و افزایش قیمت مرغ و مسائلی از این نوع هست. موفق شدم که با خود صاحب اثر یعنی آقای مرداد میرپور محمدی هم دست پیدا بکنم. در گذشته ایشون کارشناس امور کشاورزی ایران تو عرصه کار تحقیق و میدانی کشاورزی بودند که او هم به سوی خارج از مرزها رانده میشه و به خیلی میلیونی ایرانیان تبعیدی پیوست است. الان ایشون با منن. ضمن تشکر از اینکه دعوت من رو برای طرح سلسله مسائل کشاورزی ایران قبول کردن، ازش خواهش میکنم که به زبان خودش مختصر آشنایی از خودش رو به شنوندگان عزیز برنامه ما بده و بعد با هم گفتگو رو دنبال میکنیم. سلام دارم به شما مرداد میرپور محمدی. ابتدا از شما میخوام که خودتون رو به شنوندگان رو با معرفی بکنید. من مهداد مهرپور محمدی هستم، کارشناس کشاورزی در ایران. در تشکیلات مربوط به کشاورزی به کار اشتغال داشتم، در این حال فعالیت های علیه رژیم داشتم به صورت پنهانی. در سال 1388 به علت احساس خطری که نسبت به جان خود و خانوادم داشتم، ناچار به ترک کشورم شدم و الان در سوئد به سر میبرم. مرداد عزیز، من کتابی رو که تحت عنوان ویرانی کشاورزی در جمهوری اسلامی به قلم شماست رو دیدم و خوندمش. اگر اجازه بدید تو این سلسله گفتار با هم من از یک سوال خیلی کلی و عمومی شروع کنم، بعدا هم در ادامه گفتگوها به در واقع بحثای خیلی جزئی تری با هم وارد بشیم. پرسش اول من اینه که بعد از انقلاب 1357 جمعی بر آنم که زندگی کشاورزان در ایران علل عموم رو به بهبودی و آبادی و آسودگی خاطره. شما به عنوان یک کارشناس مسائل کشاورزی چقدر این نگاه رو واقعی میبینید؟ من چنین اعتقادی ندارم. بنا به آنچه که شواهد و مدارک، آنچه که در دسترس و موجود هست نشون میده. چرا؟ ببینید، وقتی که ما صحبت از این میکنیم که با انقلاب 57 و به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی شرایط کشاورزی ایران بهبود پیدا کرده، این شرایط میبایستی که یک نمود عینی داشته باشه و ما بتونیم مثالی بزنیم برای این پیشرفت و بهبود شرایط، در حالی که اینطور نیست. و من باید به شما بگم که اتفاقا فقر در مناطق روستایی ما خیلی شدید هست و شرایطی که کشاورزان، روستاییان و کشاورزی ما امروز به اون دچارن بسیار بسیار شرایط نامساعد و نامطلوبی هست. چگونه میشه این رو توضیح داد؟ ببینید، پس از اینکه انقلاب 57 به پیروزی رسید، یک سری مسائلی در کشور وجود داشت و این مسائل باعث شد که در سالهای اولیه پس از انقلاب 57
بعضی از کسانی که در روستاها سکونت داشتن، اهم از اینکه مالک بودن، زمین داشتن یا صاحب زمین نبودن، اجاره دار بودن یا کارگر کشاورزی بودن، اینها در یک شرایطی یک بهبودی در وضعیتشون به وجود بیاد. به عنوان مثال کسانی بودن که در اواخر سال 57 و به ویژه در سال 58 و سالهای حتی بعدی تصرف کردن در زمینهای غیر، به این معنا که در زمینهای جنگلی که در معمولا محدوده زندگی اونها قرار داشت تصرفاتی انجام دادن و زمینهای جنگلی رو تبدیل کردن به باغات و یا مزارع. در این حال زمینهایی رو که متعلق به بعضی از سرمایه‌داران فراری بود و اینها از کشور خارج شده بودند و امکان حفظ و حراست زمینهای خودشون رو نداشتند و کسانی که در اینجا بودن همچنین توانایی نداشتند، اون زمینها رو تقسیم کردند و بهره از اونها بردن. در مجموع یک تعدادی از افراد روستایی از این طریق یا صاحب زمین شدن یا بر زمینی که داشتن اضافه کردن. بنابراین در سالهای بعد که معمولا هیچ گونه ممانعتی از مالکیت اینها به عمل نیامد و زمینهایی که به این صورت تصرف کرده بودن در اختیار خودشون نگاه داشتن، طبیعتا یک درآمدی به درآمد قبلی اینها اضافه شد. از سوی وقتی که این انقلاب به سال 58 به خصوص وارد شد، شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی دنبالش بود تحکیم موقعیت خودش بود، بنابراین تمایل داشت که تشکیلات حکومتی سابق رو تا جایی که در توانش هست خالی از مهره‌های پیشین بکنه و افراد خودش رو جایگزین بکنه. بنابراین شما میبینید که در اون سالهای اولیه یک تعداد زیادی افراد از مناطق روستایی وارد تشکیلات حکومتی اهم از کشوری و لشکری میشن، حالا در ادارات مختلف استخدام شدن و نهادهایی که در همون موقع تأسیس شدن مثل بنیاد مستضعفان بود، جهاد سازندگی بود، هیئت‌های هفت نفره واگذاری زمین بود، اینا هر کدوم یه بخش های از نیرویی که در روستا بود رو به خودشون جذب کردن. پس ما این رو در نظر داشته باشیم که کسانی که در روستا بودن و احیانا به کار کشاورزی مشغول، اینها غیر از فعالیت کشاورزی خودشون امورات دیگری رو هم در پیش گرفتن. مثلا آمدن کارمند دولت شدن، مثلا فعالیت های تجاری. بنابراین نمیتونیم بنار بر این بذاریم که از فقط کانال کشاورزی وضعیت این افراد پیشرفت کرد و بهبود پیدا کرد. غیر از این منظر شما جهاد کشاورزی در واقع پشتوانه مردمی داشت برای یاری رسانی به مردم و سرویس دادن به مردم روستایی، نمود واقعی میتونست داشته باشه؟ جهاد کشاورزی البته این عنوان از ابتدای دهه 80 ما اینو میتونیم به کار ببریم که دو تا تشکیلات سابقی که در کنار همدیگه به فعالیت‌های تصدیگرایانه بخش کشاورزی میپرداختن مثل جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی سابق، این دو در هم ادغام شدن. در اوایل انقلاب وزارت کشاورزی وجود داشت و نهاد جهاد سازندگی هم به وجود آمد. وقتی که نهاد جهاد سازندگی به وجود آمد، اینها یک فعالیت هایی هم در روستاها کردند، ولی جهاد سازندگی از پشتوانه علمی لازم به خصوص در سالهای اولیه برخوردار نبود و علارغم این که یک افرادی در اون تشکیلات انگیزه خدمت رو هم داشتن، مردم هم تا حدودی استقبال می کردن از اینکه به هر صورت به مناطقی که زندگی می کنن برق رسانی بشه،
جاده کشیده بشه و یک سری خدمات دیگری مثل احداث حمام و واحدهای بهداشتی اینها، اما در مجموع خیلی این کار نتونست که در وضعیت روستایی ایران تأثیر مثبتی بذاره و شرایط رو آنچنان عوض بکنه. البته منکر این نیستم که به هر صورت فعالیتی انجام شد، ولی یک مسئله مهمی که هست این برای این فعالیت چه مقدار نیرو صرف شده، چه مقدار هزینه صرف شده و چه زمانی برده. یک سری از این آمارها رو متاسفانه تشکیلات در اختیار نمیگذاره. بنابراین شما باید ببینید که اگر این نیرو و زمان و هزینه در اختیار هر تشکیلات دیگه بود، شاید موفق‌تر از این هم عمل میکرد. الان با شرایطی که آمارهای واقعی در دسترس نیست، امکان اون مقایسه هم به صورت واقعی نیست. حالا اگر برگردیم به سوال اول من که پاسخ شما در واقع منفی بوده به اون سوال در مقابل اون نگاهی که هست در بیرون، فکر میکنید که ملموس‌ترین در واقع سطح پاسخی که میشه به اینکه زندگی روستایی دچار تغییر و تحول مثبت نشده رو در چی میشه برشمرد؟ یعنی چرا میشه گفت، چرا میتونید بگید که زندگی روستاییان دستخوش تغییر کیفی نشده؟ پایه دلایلی که براش میشموری چیا هست؟ ببینید، یکی از نظر این که شما یک سری از مدارک مستنداتی که در دسترس هست به ما اینو نشون میده، و من یک سری هم به هر صورت به عنوان یک کارشناس کشاورزی که در بخش بودم مشاهدات عینی و آنچه رو که در محیط اطراف از دیگر افرادی که به هر صورت افتخار همکاری داشتیم در طول مدت اینها رو متوجه شدم، اینطور برداشت و نتیجه گیری میکنم. من الان مثلا از طریق آمارها اگر که بخوایم پیش بریم، بایستی که به شما بگم که در سال 1355 53% جمعیت کشور در روستاها زندگی میکردن. 55 در سال 1355، بله در سال 1365 این نسبت میرسه به 41.2%. یعنی شما میبینید که یک چیزی در حدود 12% کاهش داریم، در صورتی که اگر که اونطور که بعضی ها وانمود میکنن یک شرایط بسیار مناسبی در روستاها بود و روستایی ها یک پیشرفت خیلی مناسبی داشتن در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در روستا، ما نباید با این کاهش جمعیت منطقه روستایی مواجه میشیم. همینجا میتونم بپرسم که علت این کاهش جمعیت روستایی و در واقع مهاجرتش به شهر محصول چه چیزیه؟ بله، ببینید، به طور کلی در ایران مهمترین دلیل مهاجرت روستایی ها دلیل اقتصادیه. یعنی به غیر از این که برخی از اوقات به خصوص افراد جوان که میل به پیشرفت و ترقی بیشتری نسبت به نسل پیشین خودشون دارن، به دنبال ادامه تحصیل و یا شرایط بهتری در جامعه رو میارن به شهرها و شهرهای بزرگتر، ولی این حجم از مهاجرت یک چیز عادی نیست که شما بخواید اینو فقط در اون چارچوب بگنجونید، بگید که به خاطر ادامه تحصیل مثلا جوانها بوده. نخه، مهمترین دلیل مهاجرت روستایی ها در ایران اقتصاده. خب حالا اگه بخواییم برگردیم به آمارها، نکاتی دارید باز بهش اشاره بکنید؟ بله، ببینید، من حالا در ادامه همون آمار به شما اشاره بکنم که در سال 65 این جمعیت روستایی کشور 41.2% بود، در سال 75 باز کاهش پیدا میکنه. یعنی در سرشماری که در سال 75 انجام میشه نشون داده میشه که به 38.7% میرسه، در سال 85 به 31.5% میرسه. یعنی شما از سال 55 تا سال 85 در طول این سال یک چیزی هول و هوش 22% تقریبا کاهش رو دارید.
اگر که شما بنار بر این بذارید که خدمت رسانی به روستاها در سطح بسیار عالی انجام شد و روستایی ها حالا نه اگر همه اکثریت در شرایط آرمانی دارن زندگی میکنن، پس این نباید که ما چنین ارقامی رو برای مهاجرت روستایی ها داشته باشیم. من حالا در کنار همین ارقام شما نشون میده که بازگشت به روستا معنا پیدا کرده در فاصله بین 1355 تا به نسبت اون چی که در سال 1385 هست. غیر از اینه؟ نه، بازگشت ما نداریم. ببینید بازگشت بسیار به نظر ممکنه همیشه وجود داشته باشه، اصلا اون که به جای خود، اما اگر که یک جایی روند مهاجرت از روستا به شهر کند میشه، یک مقداری شما بایستی که به آیتم های دیگه هم بپردازید. یعنی در سالهای اولیه انقلاب جمعیت روستایی ما که به هر صورت تابع از جمعیت کل کشور هست یک افزایش شدیدی داشت. نرخ رشد جمعیت در اون سالهای اولیه انقلاب رو در دهه اول رو تا حدود 4% هم برآورد کردن. بنابراین این جمعیتی که بسیار شدید افزایش پیدا کرده بود، از یک جایی با توجه به این که برای امرار معاش و گذران زندگی ممری نداشت، ناچار به مهاجرت بود. در طول سالهای بعد از اون عوامل دیگری در این مهاجرت دخیل بودند، ولی در یک مقطع تشدید شد به خاطر مسائل مختلفی که بود، از جمله همین که خانوارهایی که در روستاها بودن و تعداد فرزندان زیادی داشتن برای امرار معاش دچار مشکل شدن، راهی به جز مهاجرت به شهرها نداشتن. در همون مقاطعی که شما میبینید که شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان و مشهد و تبریز، این شهرهایی که امکان اشتغال در اونها بود، به خصوص بخش خدمات رشد زیادی کرده بود، یه بخش زیادی از این روستاییان مهاجر رو جذب کردن. من این رو به شما بگم که طبق آماری که هست در سالهای 1365 تا 84 در این حدود 19 سال جمعیت کشور 19 میلیون نفر افزایش پیدا میکنه. دوست. اما از این 19 میلیون نفر فقط 13% جذب مناطق روستایی عشایری میشن، 87% جمعیت جذب شهرها میشن، در صورتی که نرخ رشد جمعیت ما در کشور در اون محدود 1.64% در سال برآورد شده بود. این رو معیار بگیریم، نرخ رشد جمعیت روستایی 0.57% در مقابل نرخ رشد جمعیت شهری که 2.28%. یعنی جمعیت روستایی از رشد جمعیت خودش 1/3 رو جذب میکرد و 2/3 رو روانه شهرها میکرد برای یک دوره 19 ساله. با توجه به اینکه نرخ رشد طبیعی در روستا، با تکرار میکنم، بیشتر از شهرهاست، نرخ رشد بیشتره اما نرخ جذبش پایین تر قرار داره. حالا با توجه به توضیحاتی که دادی، برحال خود تو هم به درستی اشاره کردی که بعض انقلاب بعض تثبیت واقعیت سیاسی خود نظام و در واقع شکل گیری قدرت سیاسی روحانیت توی جامعه، یه سطحی از تغییر تعامل بین زندگی روستاییان و در واقع وجوه زندگی اونها، مثلا همین مسئله زمینی که اشاره کردی، وسیله شده که یک نوع در واقع انبساط خاطری تو زندگیشون حاصل بشه. مثلا زمینی رو که در قبل از انقلاب متری اگر بوده 20 تومن، بعد انقلاب یهو این سر در آورده مثلا متری 10,000 تومن یا کمتر بیشتر. خود این کنش و واکنش قبل از انقلاب و بعد از انقلاب آیا با موقعیت برتر زندگی روستایی نمی انجامه؟ این که جامعه روستایی همه در یک موقعیتی باشند که به عنوان مثال واجد شرایطی که شما گفتید، 100% همونطور می شد که شما جنبندی کردید. اما من اینجا بگم که یک آمار دیگه رو حالا باز به شما می خوام ارائه بکنم که در سال 86 آمار ارائه شده که 4,500,000 بهره بردار داریم در بخش کشاورزی ایران. یعنی چی؟ یعنی این که افراد یا مؤسساتی که
بر روی زمین یا بر روی واحدهایی که مجموعه فعالیت‌های بخش کشاورزی رو تشکیل میده، اینها در اون قسمت‌ها فعالیت می‌کنند، تعدادشون به 4,500,000 نفر میرسه. از این تعداد بهره برداران ما 3,500,000 بهره بردار در زمین بودن، یعنی همینجا در این آمار 1,000,000 نفر فاقد زمینند در سال 86. باز از تعداد 3,500,000 نفری که مالک زمین هستن، 86.6%، یعنی یه چیزی تقریبا در حدود 87% خرد مالک هستن. حالا از این 86.6% که خرد مالکن، اینها 30% زمین‌های کشاورزی رو در اختیار دارن. 70% زمین‌های کشاورزی در اختیار 13% باقی مانده است و میانگین مالکیت زمین‌های کشاورزی کشور ما حدود 2 هکتاره. اینها که ما بهشون میگیم خرد مالک، زیر 10 هکتار و عموما زیر 5 هکتار اینها زمین دارن. از این آمار چه نتیجه می‌خوام بگیرم؟ از این آمار می‌خوام نتیجه بگیرم که اولا که همه کسانی که ما در بخش کشاورزی داریم مالک زمین نیستن که بتونن که از آنچه که به قول معروف در بخش شما گفتید که حالا ما بپذیریم که به هر صورت این زمین افزایش قیمت داشت، شامل حال همه نمیشه، همه از این موقعیت بهره مند نمیشن. از سوی برای اینکه شما اموراتتون رو صرفا از راه کشاورزی بگذرونید، یک حد اقل شرایط رو میبایستی دارا باشید. مثلا شما میبایستی که زمین رو به مساحت مناسب، که نمیشه برای همه کشور یک فرمول رو ارائه داشت، چون به هر صورت ممکنه شما در استان‌های شمالی مثلا مثل مازندران و گیلان باغ مرکباتی داشته باشید، 2-3 هکتار امورات شما به خوبی بگذره. اما شما 2-3 هکتار زمین زراعی داشته باشید مثلا در یه استانی مثل خراسان جنوبی یا کرمان که بخواید گندم فقط کشت بکنید، به هیچ عنوان جوابگوی درآمد خانوار شما نیست. پس این رو بایستی که با توجه به شرایط ما ببینیم که همون هم که مالک هست، آیا با آنچه که داره از عهده گذران زندگی خودش برمیاد. من تصور میکنم که در اکثر شرایط اینطور نیست. ببینید، من یک آماری به شما بگم که در این آمار ما میایم و هزینه تولید رو من به شما بگم که متوجه میشیم که حتی همونهایی هم که مالک زمین هستن چقدر میتونن درآمد داشته باشن. من سال 74-75 طبق برآوردهای وزارت کشاورزی، من یه زمانی گرفتم که میانه عمر حکومت جمهوری اسلامی، نه خیلی در ابتداست نه خیلی نزدیک به امروز، طبق برآوردهای خود وزارت کشاورزی سود ناخالص حاصل از هر هکتار گندم آبی در سال زراعی 74-75 حدود 46,000 تومان بوده که اصلا پاسخگوی اون سرمایه گذاری ها نیست. و اگر که مثلا کشاورز میامد میرفت این رو اوراق مشارکت میخرید در بانک سرمایه گذاری میکرد، به مراتب درآمد بیشتری داشت. من این رو میخواستم بگم که حتی مالک بودن زمین هم به این معنا نیست که آدم شرایط خوبی رو داشته باشه. من حالا که شما اشاره کردید این رو هم اضافه بکنم که البته با توجه به شرایطی که زمین در برخی از نقاط کشور، باز به خصوص در برخی استان‌ها مثل مازندران و گیلان پیدا کرد، شرایطی به وجود آمد که زمین‌های روستایی تونستن که قیمت مناسبی پیدا بکنن. برخی از خانوارهای روستایی با فروش زمین در منطقه روستایی و تبدیلش به سرمایه دیگری، سرمایه ثابت دیگری مثل زمین یا یک واحد تجاری در شهرها، خودشون رو از اون شرایط جدا کردن. این شرایط دیگری هست، مربوط به بازدهی بخش کشاورزی نمیشه، این مربوط به ارزش زمین، اون هم در مقاطعی شرایط خاصی پیش آمد. سیاست های حکومت که تفریگاه های عمومی
چندان دیگه قابل استفاده برای مردم نبود و نیست، متاسفانه اذیت و آزارهایی که صورت میگرفت و میگیره، بنابراین مردم ترجیح دادن که اگر که اونهایی که توانایی داشتن بتونن در یک جایی در مناطق روستایی برای خودشون یک باغچه، یک باغی فراهم بکنن که اوقات فراغت خودشون در اونجا بگذرونن. من با شما موافقم که خیلی از روستایی هایی که زمینی داشتن که تونستن به این شرایط تبدیل به پول بکنن، شرایط بهتری پیدا کردن، چون با اون آماری که الان به شما گفتم، سود حاصل از کشت اکثر محصولات زراعی توجیه اقتصادی نداره. درست. اگر مرداد عزیز اگر موافق باشید، ما این گفتگو رو بر سر دشواری های زندگی کشاورزان رو در نوبت بعدی با هم دنبال بکنیم. همینجا از شما اجازه میخوام که یه پرسش دیگری تر بکنم در وجه سیاسی زندگی شما. شما یه سلسله با عنوان کارشناس امور کشاورزی در ایران مجبور شدی که یه سلسله از نوشتارهای تو رو با نام مستعار انتشار بدی. چگونه است که یه کارشناس امور کشاورزی توی کشور فرصتی رو پیدا نمی کنه که داده های تحقیق خودش و کار میدانی خودش رو با اسم واقعی خودش رسانه‌ای بکنه؟ این رو هم به عنوان آخرین پرسش از من اگر توضیح کوتاه بدید ممنون میشم. من این رو باید بگم که این مقالاتی و نوشته های من در اینجا با اسم مستعار میم میم آینده داشتم، شرایطی بود که در ابتدای حضورم در اینجا صلاح بر این بود که با اسم مستعار فعالیت بشه و در داخل کشور که اصلا امکان این نیست که شما حتی با نام مستعار در داخل کشور امکان انتشار این کارهای تحقیقی شما نبوده. نخیر. من ضمن این که این صحبت شد، یک نکته را میخواستم در ارتباط با بحث اصلی خودمون اضافه بکنم که پس از انقلاب 57 یک تغییراتی در ساختار مدیریتی روستاها به وجود آمد. افرادی که روستاها رو میگردوندن مثل کدخدا و یا انجمن ده و غیره، این ها جای خودشون رو به یک نهادها و افراد جدیدی دادن مثل انجمنهای اسلامی و مثل اگر موافق باشید همین رو دنبال بکنیم، بعد برسیم به اون دشواری های زندگی کشاورز. از شما ممنون و سپاسگزارم که دعوت من رو به این گفتگو قبول کردید. خواهش می‌کنم.